فصل دهم. اکنون من پولس به خاطر تواضع و ملایمت مسیح شخصا از شما درخواست می کنم. آری، همان پولس که بنا به گفته بعضی از شما پیش روی شما فروتن و ملایم ولی دور از شما گستاخ هستم، از شما التماس می کنم که مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار کنم، چون تصمیم گرفتم در مقابل آنها که گمان می کنن ما با انگیزه های دنیوی عمل می کنیم گستاخ باشم. مسلماً ما در این دنیا به سر می بریم، اما جنگی که می کنیم دنیوی و جسمانی نیست. اسلحه جنگ ما سلاح های معمولی نیستن، بلکه از طرف خدا قدرت دارن تا دشها را منهدم سازن. ما هر نوع سفسطه و هر مانعی که در مقابل معرفت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم. وقتی اطاعت شما نسبت به ما کامل شود، آن وقت کسانی را که نافرمانی میکنند مجازات خواهیم کرد. با آنچه در جلوی چشمان شما قرار دارد توجه کنید. آیا کسی در میان شما مطمئن است که به مسیح تعلق دارد؟ آن شخص باید قبول کند که ما هم مثل او متعلق به مسیح هستیم. شاید من درباره اختیاراتی که خدا به من داده است بیش از اندازه به خود بالیده باشم، ولی پشیمان نیستم، زیرا خدا این قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای خرابی شما. فکر نکنید که می‌خواهم با نامه‌های خود شما را بترسانم. شاید کسی بگوید نامه های او سخت و مؤثرن ولی حضور او بی اثر و بیانش تعریفی ندارد. این اشخاص خاطر جمع باشند که آنچه را از دور به وسیله نامه می نویسم هر وقت بیایم همان را به عمل خواهم آورد و تفاوتی در بین نخواهد بود. البته ما جرأت آن را نداریم خود را با کسانی که خود را اینقدر بزرگ می دانن مقایسه کنیم و یا در یک ساعت قرار دهیم. وقتی آنها خود را با یکدیگر می سنجن و با همدیگر مقایسه می کنن نشان می دن که چقدر احمقن. و اما ما نمی توانیم از آن حدی که برای ما تعیین شده بیشتر فخر کنیم. یعنی به میزان خدمتی که خدا به ما سپرده است و آن شامل خدمت شما نیز می شود. وقتی ادعا می کنیم که کلیسای شما هم در محدوده مأموریت ما قرار دارد از حد خود تجاوز نمی کنیم. زیرا ما اولین اشخاصی بودیم که انجیل مسیح را به شما رسانیدیم. ما از آنچه دیگران در خارج از محدوده مأموریت ما انجام داده اند به خود نمی بالیم. بلکه امیدواریم که ایمان شما رشد کند و ما بتوانیم دامنه خدمت خود را وسیع تر سازیم تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم. و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلا در حوزه مأموریت شخص دیگری انجام شده است فخر بکنیم. چنانکه کلام خدا می‌فرماید: هر که بخواهد فخر کند به خداوند فخر نماید. زیرا خودستایی شخص را در حضور خدا مقبول نمی‌سازد، بلکه فقط وقتی خداوند از کسی تعریف نماید مورد پسند اوست.